هلو گایز، چطوری؟ من چون خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. توی این ویدیو قراره بهت یاد بدم چجوری وقت خوشی کنی، آموزشی که تو ایران تا حالا داده نشده. تو فیفا چجوری نتیجه رو نگه داری دقیقه 90 کامبک نخوری، اتفاقات اینطوری. لایک و سابسکرایب اصلا یادت نره. بچه زنگوله رو حتما روشن کنید که اگه ویدیو جدید میذارم حتما با خبر بشین. دوستتون دارم، بریم سراغ ویدیو. حرف اضافه نمیزنم و بدون معطلی لزبو. خب بچه، تکنیک اول فشار کردن با دروازه‌بان اینطوریه که فرض رو بر این میگیریم توی این حالت خیلی جوابه که مثلا شما 3 تا گل یا 2 تا گل از حریفتون جلو این و خب استرس خیلی زیادی و در واقع نداریم برای اینکه یه موقع گل بخورین. توپو میرسونید به دروازه‌بان و کار دروازه‌بان اینه که سانت میکشه روی سر دفاع وسطا و اونا با هد دوباره برمیگردونن به خود گلر. یعنی این کار رو هی مدام تکرار میکنیم، مثل چیزی که الان تصویر میبینیم مثلا تو دست گلر منه. سب میکنم، دوباره بازی رو پخش میکنم، میذاره بازی کنه طرف برن عقب، دوباره با هد برمیگردم به خود گلر و اینطوری میتونید وقت خوشی کنید که حریفتون بد جوری فشاری میشه ها. اما قلق داره و نیاز یه سری توضیحات رو یاد بگین، اینطوری دوباره بتونید توپو برگردین سمت دروازه. با اینقدر من این تکنیک رو دوست دارم و یعنی قشنگ یه کاری میکنه حریفتون که تاکسیک بوده هم میزده سلبریشنش دیگه قشنگ سوسکی میشه، یعنی میره به تاریخ و جغرافیا میپیونده. بریم ببینیم که آقا چطوری باید این اسکیل رو انجام بدیم. ببینید بچه‌ها، برای این کار باید توپ برسونید دست گلر، بعد ال و سانت رو با هم دیگه نگه دارید زمانی که توپ دست گلره، بعد میتونید خیلی راحت با یه زبر دوباره برگردونید سمت گلر. خوبیش اینه که بچه‌ها چون هم نمایشی میفرسه خیلی حریف فشاری میشه و همین که شما راحت میتونید با یه زبدر چون میفرسه رو کله بازیکن. چند تا مثال دیگه هم براتون میزنم. مثلا ببینید اینجا توپ اومد رو پاش، من با بازی رو دوباره بچرخونم که دوباره بیاد رو کلهش، اینجا دوباره برمیگردونم خیلی راحت، خیلی ایزی، هلو به پر تو گلو. ستونه تکنیک دوم برای اینکه پرس تیم حریف رو غیر فعال کنه. میدونم خیلی براتون پیش اومده که برای خودم هم همینه، پرس میزنن واقعا تحت فشاری ممکنه توپ لو برو بهمون گل بزنن، مثلا برای همین پرس میزنن. کاری که شما انجام بدین چیه بچه‌ها؟ رازی که امسال نهفته است تو فیفا اینه که پرس زدن تیم حریف تو در واقع نیمه خودش تقریبا میتونم بهتون بگم که یه جورایی غیر فعاله. و کاری که شما انجام میدین چیه؟ اینه که سعی میکنید توپ رو تو زمین حریف نگه دارین با پاسای عرضی. یعنی ببینید من هی میدم به سی دی ام، سی دی ام برمیگردونه به سنتر بک، دوباره سی دی ام، دوباره یه پاس عرضی برای ال بی آر بی. اینطوری طرف هر چقدر سویچ کنه دیگه نمیتونن بازیکناش پرس بزنن و حتی چه بسا بهتون یه راهی بهتون میده که اصلا چه بسا حتی بتونید بهش گل بزنید. یعنی این خیلی راحته چون شیرازه دفاعش نابود میشه کاملا. ببینید اینجا بچه‌ها اصلا باید کامپوژر و خونسردیتون رو حفظ کنید با پاسه ارزی که ترجیحاً بهتون میگه حتما الوسانت باشه که بیرون پا بزنید چون خیلی دقتش بالاتره، راحت میتونید بازی رو بگردونید. همین باعث میشه که زمان بازی هی تی بشه و از اون ورم حریف نتونه توپ ازتون بگیره. اینجاست که بچه ها خیلی کمکتون میکنه ترجیحاً سی دی ام ای داشته باشین که اصطلاحاً لفت استیک دریبلینگ خیلی بالایی داشته باشه، یعنی تو استاتای کارتشون حتما دریبلینگ یا به نوعی همون اجیلیتی بالانس بالا داشته باشن که بتونن خیلی راحت بچرخن و تو این جور مواقع هم شما با حتی سنتر بکتون ال سانت بگیرین پاسای خیلی دقیقی میده. بعدش هم توپو میتونید ببرین سمت گله رو دیگه خیالتون که راحت شد، همون تکنیک قبلی که تکنیک اول بود بهتون گفتم و اجرا کنید. و اما تکنیک سوم که دیگه اسمش هست تاکسیک بازی سگی، اینو خودم اسمشو گذاشتم و اینکه شما یه بازیکنتون که ترجیحاً وینگ باشه و فیزیک خیلی بالایی داشته باشه میرید گوشه زمین دقیقاً لب کرنر دکمه ال رو نگه میدارید. این باعث میشه توپو شیلد کنه و هر چقدر هم طرف بیاد روتون پرس بزنه این میاد دور اون بازیکن میچرخه تر میزنه تو تایم بازی. یعنی اصلا به همین صراحت واجه بهتون میگم پیشنهاد نمیکنم این کارو انجام بدید چون خیلی عرب بازی و نامردیه، ولی برای اونایی که دیگه وقت گذاشتین تا اینجای ویدیو رو دیدین دیگه اینم ببینید بچه‌ها، بتره کنید، پاره پوره کنید اعصاب همه رو چون این بازی واقعا بازی تاکسیکیه، واقعا مامان خوبی داره ایه و اینکه میبینید دیگه توپو نمیتونه بگیره، خطا میکنه حریف و راحت هم لف میده. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین بچه‌ها. لایک و شیر و ساب اصلا یادتون نره که واسه دلگرمی من هستش. یه نکته بیو بچه‌ها خیلی یادتون باشه، اونم این که این آموزش زمانی به کارتون میاد که حریفتون تاکسیک باشه. وجدانا دیگه همینطوری بازی اسکریپت و همینطوری بازی یه کاری میکنه بیافتیم به جون هم.
شما رعایت کنید تاکسی بازی بیش از حد در نیارین، حد المقدور. دوستتون دارم، تا ویدیو بعدی بدرود.